مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در دیدار از اندونزی از رهبری آن کشور تقدیر و سیاست های چین انتقاد کرد. گزارشی از گیتا آریان. آقای پامپو با همتای خود در جاکارتا در خصوص مسائل اقتصادی و امنیت گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک بعد از گفتگوها تاکید کرد که ایالات متحده و اندونزی اتفاق نظر دارند که ادعای چین در مورد مالکیت بر جزایر دریای جنوبی چین پذیرفتنی نیست. آقای پامپو این ادعای چین رو غیرقانونی قانونی دونست. او ضمن از تقدیر کرد از مواضع و اقدامات دولت اندونزی در این زمینه که جزئیات اونها در اجلاس آسان و مجمع عمومی سازمان و ملل مطرح شده. و تاکید کرد که دولت پرزیدنت ترامپ از اون مواضع و اقدامات پشتیبانی میکنه مقای پامپو ضمن قدردانی از همکاری اندونزی در مبارزه با تروریزم از برخورد مناسب اون کشور با پناهندگان روهینگیایی میانمار قدردانی کرد وزیر خارجه آمریکا یک دیدار کوتاه تشریفاتی هم با رئیس جمهوری اندونزی داشت که معرف رفتن او به اون کشور در شرایط بحرانی اپیدمی کرونا و اهمیت مناسبات استراتژیک میان دو کشور هست. آقای پامپو دیدار از اندونزی رو با ایراد یک سخنرانی برای اعضای جوان بزرگترین سازمان اسلامی اون کشور به پایان برد. او حزب کمونیست چین رو بزرگترین خطر برای آزادی مذهبی در آینده خواند. به وزیر خارجه آمریکا چین وانمود میکنه که رفتارش با اویغورهای مسلمان بخشی از مبارزه با تروریسم هست. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا ویتنامه. گیتا آریان صدای آمریکا.